اسم واقعیشو نمیدونیم، همینطور ملیتشو. از اعضای اصلی شبکه بین المللی تولید و توزیع مواد مخدره. 7 سال پیش این شخص تا عملیاتی در ایران دستگیر شد. در زمان دستگیری همسرش که از اهالی ترکیه بوده به طور مشکوکی به قتل میرسه. ظاهرا اون زن اطلاعی از کارهای شوهرش نداشته. بعد از دستگیری ما به دلیل پاره مسائل اونو تحویل پلیس بین الملل دادیم. در ترکیه موفق به فرار میشه. مدتی هیچ اثری از اون به دست نیومده. اما بر اساس آخرین اطلاعات قراری که دوباره به ایران برگرده. از کجا و به چه طریق مشخص نیست. اون چه مسلمه این آدم برای یک کار کوچک و پیش پا افتاده به ایران نمیاد. این اواخر رد یک محموله بزرگ و تا تهران دنبال کردیم. اما متاسفانه سرنخ‌ها رو از دست دادیم. و احتمال میدیم که آمدن این آدم به ایران در رابطه با همین محموله باشه. در چند سال گذشته ما ضربات سختی به گروه‌های قاچاق وارد کردیم. این مسئله برای ما جنبه حیثیتی داره. و مهمتر این که کاری رو که 7 سال پیش شروع کردیم به آخر برسونیم. گرفتن روباه. نباشی. شما هم خسته نباشید. اینکتون رو به تان بردارم. متشکرم. باشید مشکوک نشه. دور و دور هواشو داشته باشید.
حرف بابا تو گوش میکردی؟ میرفتی همون آپارتمان فرمانیه زندگی میکردی؟ خب میفرموده این ما هم تو این درد سر نمیداختی؟ جنابالی که لالایی بلدین چرا خودتون خوابتون نمیبره؟ من دومادشم آقای محترم، حسابم با تو کلی فرق میکنه. آخر رفتن به اون آپارتمان همانو به هم خوردن عروسی هم. برای چی؟ بابای منو که میشناسی، از یه چیزی که خوشش نیاد هزار جور عیب و ایراد روش میذاره. میگه منیر قدش کوتاست، چپرچلاقیه. نه که خود من رستم دستانم. یادمه وقتی اومده بودی خواستگاری طاهره، گفتش این بابا قدش درازه، عقلش کمه، پیرم که بشه لقلقو میشه. خب دیگه چی میگو؟ هیچی. سلام. چرا اینجوری کردی خودت؟ تو وایسا ببینم بچه ناصر، حواست به این هست؟ سلام عرض کردم خانم، خسته نباشی. سلام، خسته نباشی ناصر. تو چطوری ناصر؟ خوبی؟ چطوری؟ خیلی خوبم. ببین چه قیافه‌ای باز خودش درست کرده. وایسا ببینم. بچه بود، دست باخت طاهره کنی. نگو محسن زشته. بابا دستاتو بشور حتی اول. بعدم بشور. به نظرت یکم روشن نشده؟ چار ناصر خان، دست بعد یکم تیرش کن. چشم. بفرمایین اومدین تفری دیگه. اینجور که شما کار میکنین یه ماه دیگه میخونه خونه به شو نیست. من گفتم تا پس فردا این خونه رو رنگ شده تعبیرتون میدم. سر حرف خودم هم هستم. خدا کنی. خب راست میگه دیگه، آخه خدا رو خوش میاد دو تا جوون رو میون زمین آسمون میگردشتی. ناصر با تو کار داره. الو سلام علیکم، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ گوشو ناصر، سوژه‌ای که دنبالش بودی دیروز وارد شده از طریق مرز انزلی. اونجا موردی پیش اومده که مجبور شدن دستگیرش کنن. الان تو بازداشتگاه انزلیه، باید همین امروز بریم اونجا. گوشت با منه؟ باشه، تو نیم ساعت دیگه میام اونجا. همین الان را میفتم. کتاب پس فردا رنگ شده تحویل میدی ها؟ گشنت نیست پیری؟ قیافت که مثل خود من به آدم حسابی ها میخوره. اگه بی خودی گرفتنه که هیچ، اما اگه زبونم لال دور از جون، تو کار خلاف ملافی همین قیافهی که گرفتی خیلی خوبه. اینجا هر چی آدم خودشو بزنه به شوت بازی بهتره. اینقدر ور بزن، قضا رو بده، مردی و گشتگی. چقدر به فکر شیکمی بابا، یه خورده جنبه داشته باش. بشین به گذشته ننگینت یه خورده فکر کن، به کارهای بدی که کردی. بابا ناسلامتی آوردنت اینجا که آدم بشی. بی خود بی جهد آدم های محترم رو ور میدارن میارن اینجا. ببین چه جوری با آبروی مردم بازی میکنن. اصلا به قیافه این آقای متخصص میخوره که خلاف باشه. لا لا، من میفهمم شما چی میکشی. الان دفعه من هفتم یا هشتمه که به من بهتون زد. خفه شو.
قاتل بی جنبه. من ساده رو بگو که دلم برایش سوخ. سر به سر من نظر جوجه، بعد میبینی آه، بر پکارت. خدا بیا مرد مادر ننه بزرگمو، میگفت با آدم های فلفل مزاج و بی جنبه نباید غذا داد. یه وقت شاغلوس میگیرن کار دست خودشون میدن. با اجازه آقای خودم، آقا پیری. اگه قبلا اونو ندیده بودین، پس برای چی میخواست شما رو بکشه؟ نمیدونم. اسلحه رو از کجا آوردین؟ گفتم که مال اون بود. موقع درگیری نمیدونم چطور شلیک شد. هم چاقو هم اسلحه گرم، یه کمی عجیب نیست؟ اونو باید از اون پرسید، نه از من. به هر حال تا روشن شدن قضایا باید اینجا بمونید. گفتید شغلتون چیه؟ بازرگان. اولین باره که برای تجارت به ایران میای؟ نه، یکی دو باره دیگه هم به ایران آمدم. تو چه زمینه ای فعالیت میکنی؟ بیشتر تو کار فرشم، فرشای خاص برای کلکسیونرایی که دنبال این چیزا. اینجا با شرکت خاصی همکاری میکنی؟ نه خیر، مستقل، خودم با تولید کننده در ارتباط هستم. سوابق زاربه، پاره پیمونم هست، تازه از زندان آزاد شده بوده، احتمالاً قصد دزدی داشته. فکر نمی کنم. به هر حال زیاد نمیتونیم نگهش داریم، ممکنه مشکوک بشه. بگید باید از تهران تحقیق کنید، جوری که فکر کنه هر لحظه ممکنه لو بره. هرچی بیشتر احساس خطر کنه برای ما بهتره. مجلسه. خواهش میکنم. چه خبرته؟ بازداشتگاهو گذاشتی رو سرت؟ سرکار چون انگار مسموم شدم، دلم داره میتره که کار واجب دارم. با این کارا پرونده تو سنگین تر میکنی. دوکرت بی جنبه. چه؟ تنها تنها میری دستشوی؟ بیا دره واکو، بیا. ببخشی نبا تو شوخی کردم، ها من اصلا ننه بزرگ دستو درد نکنه. علا آرتیس بازی هستی پیری؟ بدم نمیاد. خوبه. از من میشنوین همین شبیه بزنیم سمت ولایت. گوش کن آخ بسر، تو اگه میخوای بری برو، من یکی تا صبح اینجا تکون نمیخورم. الانم مامورا عین مور و ملخ ریختن تو جاده، تکون بخوریم گرفتنمون. این که دوباره باز زنجیر پاره کرد، ولش کن آقا پیری، بی خودمون بریم. کار نمیکنه. نه قطعه. به خوشگی شانس. چیکار میکنه؟ اینا چیه؟ چوییه؟ خب، واسه چی گرفتنه؟ بوتون. اول تابستون گفت
گفتم بیام سفر، از حواس پرتی کیف پولم رو جا گذاشتم. خب این همه مسافر، از خوششانسی اونا پول همراهشون بود، چه فرقی میکنه؟ به قول شاعر بنی آدم اعضای دیگرن، ببینم چی میشه که یهو حافظا. آقایی که شما باشین، یه شب خواستیم بریم ماهی خوری، رفتم سراغ یه مهندسه. مهندس به این بیشخصیتی نوبره، وسط خیابون یه علمشنگی به پا کرد که نگو و نپرس. میخوام بگم شخصیت به تحصیلات و اینجور حرفا نیست، آدم باید ذاتش درست باشه. بگو جیب برم و خودتو راحت کن. ده همین حرفا رو میزنن که آبروی آدم میره دیگه، یه جور شراکته. بعد میگم آقا بیری بده من با بده من کار بلد نیستی که، بود یه خوره کار فنی من نیادی بفن. رد کن بیا. چی رو؟ ساعتو. بفن به این گیر کرده بود. ببخش این شیرین کاری ها واسه ما دیگه کنه شد آقای با جنبه. تو جدی جدی آدم کشتی؟ واسه تو چه فرقی میکنه؟ بازی کردی، چه خبرته؟ بی خیال، حالا منظور همینجوری، یعنی میدونی یکی دو بار پا داد که من کسی رو بکشم، ولی نمیدونم چرا هول شدم نصیب خودم بکشم. میدونی یه بارش بد نیست، هرچه قرب آدمم میره بالا، اینقدر رفقا آدمو خفت نمیدن. ببین بچه جون، آب من و تو با هم توی یه جوب نمیره، همین الانش هم که بخوای برگردی بردی، بمونی تناب دار بالا سرته. خود دانی، اما گفتم درست شد. به کی زنگ میزنی؟ میفهمی؟ الو ننه ناصر، سلام مجیدم. ناصر است؟ قربونت بیدارش کن، کار واجب باش دارم. الو ناصر، سلام علیک، مجیدم. گوش کن ببین چی بهت میگم، کارخونه چایی رو که بلدی؟ بگو، دارم گوش میدم. ببین، یه بار چایی دارم، باید صبح ببرم تهرون، میتونی با کامیون صبح بیای اینجا؟ شش بعدم برات همه چی رو توضیح میدم. ساعت شیش هول هوش، ساعت شیش اونجا. چرا ترسیدی؟ اون پلیس بود، حسابش با تو فرق میکرد. بله بله، از اولم معلوم بود خیلی آدم بی جنبه ایه. بچه زرنگی هستی، دوست داری با من کار کنی؟ من؟ من کاری از دستم بر نمیاد، اصلا میدونی جنبه شو ندارم. اگه اجازه بدین رسیدیم تهرون، من از خدمتتون مرخص میشم. بزن تو خاکی. چشم.
زیادش. من آقا پیری، من که هوش و حواس درست حسابی ندارم که، اصلا شطور دیدم ندیدم هیچ، به جان همه فک و فاملایی که نداشتم و ندارم من هیچی ندیدم اصلا. نه ترس، با تو کاری ندارم، ازت خوشم اومده، بیا. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدیم. بگیر نه ترس، میتونی باش کلی تفریح کنی، مست جور کردن ماشین بگیر. نوکرتم آقا پیلی، دست درد نکنه آقا پیلی، خیلی سالاری، خیلی بامعرفتی، ززی بارمشو خدا بس با جنبه. که گذاشت تو دست من، این پیری ننمو به عزام میشونه که. آقا پیری، آقا پیری، کیفه تو، کیفه تو بیده چرا جا بود. آقا پیری، آقا پیری چرا بود. چی؟ چند سال عروسی کردی؟ تو هم سوالا میکنی، مگه من و شما با هم عروسی هم کردیم؟ از بچگی که یادم میاد شما بودی 60 سال 70 سال. میگم تو با خانم، من که خواستگاری شما یادم نیست، یعنی بچه بودم. کی بود شما رو برداشت آورد خونه ما؟ خب خدا رحمتشون کنه، اما کار خوبی نکرد. مخلص تو با خانمم هستم، همین الان خواستگاری کنم قبول نی؟ باز ما خواستیم یه دقیقه با شما خلوت کنم، اگه گذاشتم؟ سلام. گور پدر خلوت، ببین کی اومده، بفرما. یاد ما کردی؟ اومدم ازت بخوام که برگردی. برگردم؟ حواست کجاست جناب سرگو؟ من الان 4 سال بازنشسته شدم. کم آوردم استاد، کم آوردم. میبینی تو با خانم، فهمیده ما پیر شدیم اومده سر به سر اون بذاره. نه جدی میگم استاد، تازه فهمیدم که هنوز اول راه. به قول قدیمی ها آب که سر بالا بره قورباغه. ببین من دیگه آخر خطم، خیلی عمر کنم 60-70 سال دیگه بیشتر زنده نیستم، اونم میخوام در بس در خدمت تو با خانم باشم. بالاخره ایشون هم تاج سر ماست، حق و حقوقی داره دیگه. نمیخوام اذیتت کنم اما اصرار نکن، هوایی میشه. خیلی خوب باشه، من دیگه باید برم. یک کش بادم جون درست کردیم، میمونید دیدوار میخوردیم. نه باشه، برای یه وقتی دیگه. فعلا خداحافظ. خدا نگهدار خانم. نگفتی گیرت چیه؟ روباه برگشته؟ نمیخواد خودتو ناراحت کنی، مگه نشنیدی؟ گفتم نه. واسه چی تو رو به این روز انداخت؟ گوش کن جانی، چند دقیقه باید صبر کنی، ماشاءالله تمام قاچاقچی‌ها رو لیست کردی آوردی. ببین من فقط آخرین اطلاعاتو میخوام، به خصوص اونی که احتمال میدین داخل کشور باشن. برو منتظر کنیم. سلام.
آه سلام. حالت چطوره؟ تو که هنوز اینجایی؟ مگه کار تموم نشده؟ یه هفته هنوز کار داره. کلی کارم تو شرکت تنبار شده. را برام تلفن میزنن چرا نمیاد؟ خب راست میگن. فکر کردی خمر رنگدزیه؟ تمام سیستم‌های ادارتون عوض کردم. برنامه‌ریزی دستگارم تغییر دادن. باریکلا. میگم تو اصلا به فکر جوانای فامیل نیستی یا؟ چطور؟ یه وقتی بذار نقاشی این خونه رو تموم کنم. ما هم دست زنمون رو بگیریم بریم سر خونه زندگیمون دیگه. پیر شدیم رفت بابا. آخه خدا رو خوش نمیاد. حالا من هیچ. جواب مانی رو چه بده؟ هر وقت تو خونه رو تحویل دادی، منم کار این اداره رو تموم میکنم و میرم. گفته باشم. سلام. سلام. داشتم از اینجا رد میشدم. گفتم بیا حال احوالی بپرسم. چقدر اینجا عوض شده؟ بفرمو آلو. اگه اون جیبا رو گیر بیاریم شاید بتونیم یه نتیجه. از قدیم گفتن ده و بخوای بچابی باید کت خدا رو ببینیم. میریم سراغ سیاه‌قوزی. اگه تا به حال نمرده باشه و هنوز مشغول حقوق بازی و پشتم اندازی باشه راه و نشون اون میده. یا صاحب عذاب، این که باز پیدا شد. دستم به دومدت آقا یعقوب، چه خاکی به سرم بریزه. هر غلطی میکنی بکن، فقط اینجا نباشه. به به آقای استوار سجادی عزیز، مشتاق دیدار. خودتو واسه من لوس نکن، برای مزاجت خوب نیست. هنوزم که مال خری میکنی. خدا اون روزا نیاره. جوون مرد باشم اگه یه لقمه حروم از گلوم پایین بره. بفرما آلو. دست شما درد نکنه. از قوزی چه خبر؟ قوزی؟ خدا لشش از روزم این ور داره. سپردم از دم پاساژ راش ندن بیاد اینجا. اگه پاش برسه اینجا قلمهاشو خورد میکنم. رفت سلمونی میخواد بره سفر. ببینی جناب سرگرد، نون صداقت و پاکیشو میخوره. دروغ ابدا. سلام سلام. دفعه قبل که گرفتمت 7 سال پیش یادتو کجا قایم شده بودی؟ تو یه کمد. آخه پسرای خنگ، آدم یه جایی قایم میشه که در رو داشته باشه. چش. دو جا کیف میده آدم چشاشو ببنده. یکی تو سینماست، یکی هم رو همین صندلیه. اوسا یه وقت تعارف نکنی یا هر کاری تو بندر داشته باشی واسه ردیفش میکنه. خدا قسمت کنه سفر آخرت. اوسا چرا اینهو استوار سجادی حرف میزنی؟ تنهایی تجمیم بری؟ سلام علیکم. کجا بایی نجده؟ آخه مگه شما بازنشسته نشدیم؟ خب بری خونه استراحت بکنیم دیگه. اصلاح نصف نیمه خوبیت نداره. به قول قدیمی ها این همه چریدی دنبت کو؟ دنبت؟ خب چه خبر؟ الان میگم استوار، ملالی نیست جز دوری شما. به جون استوار دیگه تو کار خبر مبر نیستم. از اولم بچه سر به زیر بود. خب میگم از این پسر اکبر بی جنبه چه خبر؟ اکبر بی جنبه دیگه کیه؟ شما بگو من گوش میکنم. شنیدم چند روزی از حبس آزاد شده. نایمده کیف یه بابایی رو حواس زده. اینجا که من فهمیدم اخو کاسب شیری بوده. کیف پر دلاره. پوستانم که دلار. اما حسابی ترسیده. نه جرأت داره خرجش کنه، نه دلش میاد بندازدش تو. خودش هم از صفه قایم کرده. اوی 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 اوی. بله به قول قدیمی ها آدم باید به اندازه جالیز بکاره. به 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 شدی اینه هو دستی گفت. دست شما درد نکنه.
گوش کن، میری دنبالش، پیداش کردی فوری خبرم میکنی، فهمیدی؟ تلفن ادارم که داری. بله. یه کمی پیر شدی. تو چطوری سام؟ ممنون. راحت اومدی؟ مشکلی که پیش نیومد؟ نه، جای تر و تمیزی رو انداختی. من یکی از بربچه هاست که اون برای آب زندگی میکنه، تو کار عروسک بود. ما دیدیم بد نیست. خب اوضاع چطوره؟ خوب نیست، روز به روزم داره مشکل تر میشه. شاید بهتر باشه یه مدتی مسیر رو عوض کنیم. کشورهای شمالی اوضاع بهتری دارن، باید روش فکر کرد. قضیه اون محموله دوتونی چی بود؟ من که گزارش کامل اونو دادم. مسیر لو رفت، غافلگیر شدیم، دوتا از بهترین افرادمونو از دست دادیم. تازه به سختی تونستیم تشکیلاتو حفظ کنیم. ببینم، تو اومدی که از من حساب بگیری؟ اما پلیس در این مورد هیچ گزارش اعلام نکرده. دو تن هروئین رقم کمی نیست. دوستان خارج نفسشون از جای گرم در میاد. ما اینجا داریم با جونمون بازی میکنیم. دست پلیس به ما برسه سرمون بالای داره. خب اگه به ما اعتماد ندارن کارو بدن دست کسی دیگه. فکر کردم من اینقدر احمقم که دو تن مواد بالا بکشم؟ دلیلی برای عصبانیت وجود نداره. ما سالها با هم کار کردیم. من به تو اعتماد کامل دارم. معذرت میخوام، دست خودم نبود. مهم نیست. پس قرارمون فردا عصر خونه ما، هم گپی میزنیم هم مدارک رو بهت میدم. باشه. حسام آدرس رو بلده. اگه اون پسره یا احمق تو انزلی کار اینو تموم کرده بود، حالا این مسخره بازی رو نداشتیم. همین فردا کار رو یک سره میکنیم. از اون جیبو چه خبر؟ پیداش نکردیم؟ بچه ها دنبالشن، امروز فردا گیرش میارن. من به حرفای اسبات مشکوکم، فکر کنم داره کلک میزنه. چرا انقدر بدبینی؟ به آدم ها اعتماد داشته باش. Thank you.
تو آدم به درد بخوری بودی. ولی خب هر آدمی ممکنه وسوسه بشه. نبود کجاست؟ تو به من مدیونی. اگه از دست پلیس ترکیه فرارید نداده بودم تا حالا. میدونم، برای همینم الان زنده هستی. ببین، حاضرم باهات یه معاملهی بکنم. تو در موقعیتی نیستی که بتونی معامله کنی. برو انبار، توی عروسک ها جاسازی شده. نگران نباش، من تو رو نمی کشم. اینجوری با هم بی حساب میشه. اون آدمی که فرستاده بودی انزلی آدم به درد بخوری نبود. چی کارش کنم؟ من به اون مدیونم. تو که مدیون نیستی. شدم یا دست زیاد شده. چطور مگه؟ این آخری رو نشناختم. فکر میکنم یه تسلیه درست حسابی بوده. من که سردردم میارم. چه خبره جناب سرگرد؟ قضیه همون محموله بزرگی استوار. احتمالا اسوت خواسته به بالایی ها کلک بزنه. اونا هم روباه فرستادن تا تحتوی قضیه رو در بیاره. ما روباه رو میگیریم. روباه از دست ما فرار میکنه و یه راست میره سراغ اسفل. بقیه قضایی هم که خودت توی سردخونه دیدی. آها، به قول قدیمی ها تره به تخمش میره، حسنی به باباش. یعنی چی؟ یعنی رئیس روباه. بله. از اون پسره اکبر چه خبر؟ منوزی چی؟ عروسک رو منتقل کردیم. با دوستان مرزی هماهنگ شده. میتونیم محموله رو بفرستیم. تا اون جیب رو نگرفتیم باید احتیاط کرد. یکی دو روز دیگه صبر میکنیم. هنوز خیلی کار. Mm-hmm.
همینا خوب از درا نسوزونیش، آبدار باشه. با این 5 تا سیر شد 25 تا. چقدر تو میخوری؟ سیر نشدی؟ خستم نشدی؟ حواست به کار خودت باشه. سلام. سلام. خوب خوب به جمالت. جنسی که خواستی ردیفه، انبار دادیشو بده تحویل بگیر، نسوزه. باش. ریال قبول نمی کنم. یه صدی خرجشه، دلار. تو اصلا میدونی دلار چه شکلیه؟ نه، اما دیروز یکی از رفقا عکسشو بهم نشون داد. خاطرخواه شدم. اسکر آقا چه اسکاله نشه؟ چشم بگون دسته، دستت درد نکنه. نداری؟ خیالی نی؟ تو من بده، خودم تبدیل میکنم. امروز نظره چقدره؟ 429 تومن و 5000 صدتاش میکنه به عبارت قاچی شد دیگه. 42950 تومن خرید. فروش 1.5 تومن گرانتر. چه خبره؟ اومدم. بله. سلام مادر. سلام. ببخشید که مزاحم شدیم. اکبر آقا خونه؟ طبقه بالا. پس با اجازه. اکبر آقا با شما کار دارن. کیه بیبی خانم؟ چیزی نگفتن. مادم بالا. سلام علیکم. سلام. بفرما. ببخشون آقایون با کی کار داشتن؟ اگه زیاد میمونن ببرشون قبل خونه سر کوچه هرکه رم موقوف. باشه. چطوری اشبال آقا بی جنبه؟ معذرت میخوام. ببخشید این آقا دنبال چیزی میگردن تو کمون. چیزشون اینجا جا مونده. کیف ناقابل کوچیک این اندازه ندیدی؟ بله بله بله. کیف مدرسه هست یا کیف زنونه چجوکیه؟ آخ! چه خبرتونه؟ مگه اینجا زورخونه است دارین کشتی میگیرین؟ جفتتون رو با دست کنم کفن کنم اگه بدونم از چی دارین حرف میزنید. مغزم چونه دندونم بی انصفا اقلا بگید چه شکلیه از چی گونه هست زنونه هست. نزن نزن من طاقتم کمه. دو تا شک دیگه بزنی همه چی رو قشن سب کن سب کن. یه موش دارید جای دو تا چک. حساب بی حساب بزن نفسم جا بیاد. بهت میگم چیه؟ من که دیگه ظرفیت رو تکمیل تن جی چه در نیاد. چش چش. بله. سلام مادر. سلام. اکبر آقا هستن؟ چه خبره؟ 24 ساعت نیست اومده اینجا. را به را واسش مهمون میاد. اینجوری باشه بعد اساس چه ور داره بره. بجو پلیس بگر خواه. بشم سر شدی آج خانم تلفن داری؟ فوری زنگ بزن اورژانس. زود باش. ماشینو تغییر کن. ما پلیس هستیم. اگه ممکنه اون ماشین رو تغییر کنیم. Thank you.
نیستم فراس. چی داری میگردی؟ میخوام ببینم ترمزم داری یا نه؟ خب دیگه با اجازتون من همینجا رفع زحمت میکنم، عزت زیاد. این قوزی آدم به شو نیست، ظاهرن پلوی ماویه چرفتر بوده. میخواید بگم دکتر معاینتون کنه؟ نه، چیز مهمی نیست. همون ترکشه است. بعضی وقتا جا به جا میشه که یادم نره. مصطفی سجادی، شما این میبینید چجوری زدن زرت قنصور کردن؟ نگران نباش، خوب میشی. خودم شنیدم آقای دکتر میگفت نمیدونم کجام با کجام قاطی شده. دنباله چی میگشتن؟ یک کیف بهشون دادی؟ به من میگی کجا قایمش کردی؟ به شرطی که شما هم جنبه داشته باشین و سفره شما رو به اون بالایی بکنین. آخه میدونی آخه بفهمی نفهمی یکم پرونده خرابه. توی مسافر خونه هست. با اجازه استاد سجادی پیش ما بیا. شب بله، چهار تا از شماره ها اصلا وجود نداره. یکیش حمام عمومیه، یکیش هم آرایشگاه زنانه، سه تای دیگه‌ش هم خونه است، یکیش مهد کودکه، آخریش هم زورخونه است. ممکنه اعداد همردیف یه شماره بشه. مثلا این رو آراتی تیش به وقتی بیشتر. بله بفهم. بله گوشی با شما کار دارم. اون دفترچه رو بده دایره کشف رمز، شاید اونا بتونن کمکمون کنن. الو؟ بله بفهمین. بله خودم هستم. الو؟ الو؟ الو؟
اداره چه خبر؟ چی؟ گفتم اداره چه خبر؟ چی گفتی؟ آها خب چه خبر میخواستی باشه؟ عین یه پسر گل مؤدب میشینم پشت میز و از جام تکونم نمیخوام. اینم چه تکونی میخوام؟ ببین اگه اینجوری پیش بره بازنشستم نکنن خیلی دستا والا. بله. پلیس بازیاتو با علی بکن. تو ادارم کارا رو بسپر دست جوانترا. بالاخره سن و سالی ازت گذشته. اگه صلاح بدونیم برم آسایشگاه سالمندان خانم. خب لوس بازی در نیا. بابا دست خوش. سلام. سلام بفرمایید. خاله. سلام. سلام. خیلی خوش اومدین. شما هر دفعه باید گل بیارین. قابل شما. یعنی آدم های خوبی هستی. سلام آقا محسن. سلام علیکم. سلام جان. سلام جان. جانی کار خونه. خب بله دیگه آدم باید به عیالش کمک کنه. شنیدم امروز خیلی گرد و خاک کردی. سجادی میگه بد جوری از دیون ماشینا ویراج میداده. پیرمرد رو میگه. جفتشون از دست اشدشون رو خونده بودن. همین چی داره میگه؟ سرعت رفته شاخ به شاخ کوبیده به. این حرفا رو نگو. اونی که سجادی تعریف میکرد عین فیلمای فرنگی بود. موسی چی داری میگی؟ بجای این آرتیست من نگاه کن خونه ما رو نقاشی کن ثوابم داره. که یه پسر گل و مؤدب. خب من بالاخره آخرش نفهمیدم من داماد شمام یا تو داماد مایی ها؟ من برم کمک علی و منیر بیاد دوتا داری خوزی کنم. بیمزه. شمایی استوا از وقتی بازنشسته شدی شوخیاتون هم بیمزه شده. یه شوخی نشونت بدم که حس جون استوا به جون فک و فامیلت داری اشتباه میکنی. آخه هم از توبره میخوری هم از آخور. کی اون دوتا آباشو فرستاست تا اکبر بدبخت؟ یه قوزی دیگه میزنم بالای اون قوزه تا بشه قوزه بالا. نه 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 نزن نزن. هر کاری که بگی میکنم. هر کاری بگی نوکرتم هستم. اون دوتا رو واسم پیدا کن. چجوری؟ از کجا پیدا کردی؟ من چه میدونم. تو بنداز اون چیزی که اونا دنبالشن پیدا کردی دیگه خودشون میان سراغت. فهمیدی؟ گوش کن ببین چی بهت میگم. کلک بیاد تو کارت یه راست میری قبرستون دراز میکشی تا من بیام. حالی چون؟ حالیمه حالیمه حالیمه. از وقتی هم که بازنشسته شده دستاش هم سنگین تر شده.
از ترکیب این اعداد صدها شماره به دست میاد که نمیشه همه اونا رو امتحان کرد. ممکنه اعداد هر ستون یه در میون یه شماره بسازه و یا اعداد اول و آخر هر ردیف. در واقع تو کلیدشو پیدا نکنیم نمیتونیم به نتیجه درست برسیم. ببینید مثلا با این شیش ردیف میشه یه شماره تلفن پیدا کرد. خدمتتون عرض میکردم استاد. الو؟ بله خودم هستم بفرمایید. الو؟ الو بفرمایید. الو؟ خونه قشنگی داری سرورد. دارم به عکس یه پسر بچه 6 ساله نگاه میکنم که کاپشن دو رنگ تنشه با پیرهن یقه بسته. میفهمی که اتفاقی افتاده؟ از چی داری حرف میزنی؟ فکر نکن به این سادگی راحتت بزنم. گوش میکنی سرگرد؟ این تازه اول کاره. بیا سجدی، از سر کوچه داری سعی میزنی. دست بالا، تکیه نخور. ماشین این بغله. من دیگه با اجازتون برمیگردم. تا کی تحمل کنم؟ تا کی؟ همیشه استراب، همیشه دلواپسی. صدای زنگ در که میاد تمام تنم میلرزه. هر بار که تلفن زنگ میزنه فکر میکنم یه خبر بده. خسته شدم ناصر، میفهمی؟ خسته شدم. ببین طاهره، تو الان عصبی هستی. تو چرا متوجه نیستی؟ میتونستی اما بذار یکم بگذره بعد تصمیمت رو بگیر. خونه بود فکرشو کردی چی میشد؟ میفهمم چی میگی، حرفاتو درک میکنم، ولی شاید تو از این بازی لذت ببری اما من نه. چی داری میگی طاهره؟ کدوم بازی طاهره؟ تو فکر کردی من خوشم میاد جون زن و بچه‌م به خطر بیفته؟ طاهره، اگه الان من اونو ول کنم اون منو ول نمیکنه. اون فکر میکنه من زنشو کشتم.
کشتی؟ نه به خدا، ولی چطوری میتونم اینو بهش حالی کنم؟ تو بگو. ببینم به کی داری زنگ میزنی؟ الو، تاکسی سرویس. یه دقیقه صبر کن، خواهش میکنم. کجا داری میری؟ خواهش میکنم گوش کن ببین چی بهت میگم طاهره. بابا یه دقیقه صبر کن ببین چی دارم بهت میگم. خیلی بدشانسی بودی. اگه یه دقیقه زودتر چی شده ناصر؟ طاره که طورش نشده ها؟ تو یکی دیگه شروعش نکن. من اصلا نمیفهمم تو برای چی کارتو تموم نمیکنی بری دنبال زندگیت. کدوم زندگی؟ فعلا که زندگیمون لنگ نقاشی جناب عالیه. اون فکر میکنه من زنشو کشتم. حالا من رفته اومده اینجا که مثلا از من انتقام بگیره. من مطمئنم که اون تلفن از سر کوچه بود. اما اونجا که اونجا که اون پیرمرده بود. خب حتما متوجه شده و قبل از اینکه ما برسیم فرار کرده. شاید هم موبایل داشته. از تو ماشینش زنگ زده. راه موبایل؟ آره خودش سجدی. این ردیفو از پایین که بخونی کد موبایل نگاه کن. 0911211 خودشه. صدای شما رو میشناسه. اون گوشی رو برداری. الو اسقر آقا، بابا این ماشین و کازینو که اون انداختی چپی از آب در اومد که چی؟ ها؟ صدا بد میاد تو میری بلند طرف بزن نه جون تو چپیه چپیه کمپلت رنگ تو میری عرض کردم اشتباه گرفت گوش کن با مخابرات تماس بگیر ببین میتونن این شماره رو ردیابی کنن یا نه بعد بیا تو که سرخنگ باشه باشه ببین ناصر کار مخابرات نیست اما من میتونم رد موبایل رو پیدا کنم چطوری از طریق کامپیوتر من توی فیلم پلیسی ما اینجا فیلم بازی نمیکنیم بله این فیلم نیست یه کار تحقیقی و علمیه اگه میخوای تحقیق علمی بکنی خودت حداقل اجازه بده از امکانات اداره استفاده کنم برای چی برای اینکه تو شرکت خودمون نمیتونم غیر قانونیه اما اینجا میشه خیلی خوب باشه هر کاری که داره پس انجام بده آره آره آخ جون بیا بالا ناصر کجایی ناصر من اینجا
پیداش کردم ناصر، پیداش کردم. چی رو پیدا کردی؟ رد موبایل رو دیگه. باورت نمیشه، یعنی من خودم هم باورم نمیشه. نمیدونم چطوری برای توضیح بدم، اما حالا سعی میکنم ببینم چی میشه. گوش کن ببین، من اول کامپیوتر رو اول تلفن رو دادم به کامپیوتر، یا همونطور نه، اول کامپیوتر رو دادم به تلفن، بعدش یه دفعه متوجه شدم که کجا داری میری؟ یعنی کامپیوتر رو سر راه تلفن یا در حقیقت سر راه ماهواره؟ البته ممکنه یکم گیج بشه ولی آره. اصلا مهم نیست. ببین من کامپیوتر رو همونطور که برات گفتم موبایل از طریق ماهواره عمل میکنه و من میخوام که چی بشه؟ آقا کجا؟ بخشید اصلا حواسم نبود، همش تو فکر اون لحظه هم که اون لکه ظاهر شد. نمیدونی چه حالی داشتم، قلبم داشت از جاش در میومد. حالا تو اون رفیقت هی بشینی منو مسخره کنی، هی مسخره کنی. من که نمیفهمم تو چی داری میگی. حواست کجاست؟ گوش کن دوباره برات میگم. ببین من کامپیوتر رو سر راه ماهواره و موبایل قرار دادم، یعنی من اول ماهواره رو سر راه ماهواره. آروم باش گوش کن ببین چی میگم. میریم اداره، اونجا همه چی رو برام تعریف کن. باشه پس تو لباس رو بپوشی، من میرم ماشین رو گرم میکنم. باشه خیلی خوب. برو. سویچت کجاست؟ رومیزه. زنگ میزنی ببینی مردم یا زنده؟ ببینی که هنوز زندم. تو یه جوونی رو که هیچ ربطی به این ماجرا نداشت به کشتن دادی. که چی؟ با این کارات به کجا میخوای برسی؟ این مقدار خرت و پرت دارم که باید از ایران ببرم بیرون. تو میتونی کمکم کنی، ما تیم خوبی میشیم سرگرد. میفهمی چی داری میگی؟ تو عقل تو از دست دادی؟ تو هم هنوز کسانی داری که ممکن از دست بدی. پس خوب فکراتو بکن، فردا دوباره باهات تماس میگیرم. قرار بود یه بمب صوتی باشه، یه انفجار کوچیک. دوستان خارج از اینکه شما دنبال ماجرای گذشته هستین راضی نیستن. فکر کردن با مرگ جهانی شاید مسئله شما هم تموم بشه. هم تو و همونایی که بهت گفتن مراقب من باشی، بچه تر از اون هستید که این چیزا را بفهمید. ما به زنده اون احتیاج داریم. کامیون آماده کنید، به همه افرادم بگو آماده باشن. خوشحال باشم که زنده ای، یا غمگین از اینکه برادرم به جای تو کشته شده. بمون، من واقعا بهت احتیاج دارم. داره مدرک، هیچ وقت چیزی ازت نخواستم. اما نگو، خواهش میکنم هیچی نگو. عزیزم یه دقیقه وایسا.
محسن، حواست کجاست؟ کامپیوتر. محسن چیه؟ محسن موبایل. کجا داری میری؟ اداره. امروز که جمعه است. اومدن و سوار دستم به دامنت بذار من برم یه راست میرم دم زندونی منتظر میشم تا شما برسی پرت پلو نگو کیفو آوردی؟ آره بفرمون باعث خجالته باید بدم دست صاحبش خیال کن من صاحبش به قول قدیمی ها اگه خالم ریش داشت میشد آقا داییم رفیق با مزه‌ای داری بله خیلی این خوشمزگی ها رو بسه واسه همون آقا داییت کیف رو بده پولتو بگی بفرما آلو پولیس این پولیسه تکون به خلی آب کشه دیگه تکون نخوف نیست هم دادم به سیستم هر دو تا شماره کنترل میشه گوش کن هر جا احساس کردی ترست عملیاتو متوقف کن نگران نباشی میدونم باید بری ولی از من نخواه که نگرانت نباشم مراقب علی باش
الو؟ دیگه موبایل تو خاموش نکن. برو به سمت خیابون عباس آباد. مسیر خیابان شهید بهشتی به سمت غرب. از مرکز به تیم‌های عملیاتی. از مرکز به تیم‌های عملیاتی. مسیر خیابان شهید بهشتی به سمت غرب. تکرار می‌کنم. مسیر خیابان شهید بهشتی به سمت غرب. پیام دریافت شد. مرکز پیام دریافت شد. خیابان مستقیم نیری داده. مسیر همچنان به سمت غرب، خیابان شهید بهشتی. از مرکز به تیم‌های عملیاتی. مسیر همچنان به سمت غرب، خیابان شهید بهشتی. خب، موبایلتو خاموش کن. چند دقیقه دیگه باهات تماس میگیرم. ببخشید آقا، پرتقال از این بهتر نداری؟ نه خانوم، از اون بهتر نداری. خیلی ممنون. ببخشید مادر. بله آقا. توپخونه از کدوم طرف میره؟ توپخونه؟ توپخونه آقا جون، هم از اون طرف راه داره، هم از این طرف. از اون طرف؟ آها. بله آقا جون، از اون خیلی طرف. خیلی ممنون. خواهش میکنم. الو، بله. دیگه موبایل تو خاموش نکن. برو به سمت خیابان ولی عصر. ببخشید جناب سرهنگ، فکر کنم داره کلک میزنه. سرگرد و فرستاده سمتی، خودش داره میره دنبال برنامه اصلیش. مسیر روباه رو به تیم‌ها اعلام کن. مسیر به سمت شرق، خیابان آبادانم. از مرکز به تیم‌های عملیاتی. از مرکز به تیم‌های عملیاتی. مسیر تغییر کرد. به سمت شرق، خیابان آبادانا. به سمت شرق. میریم به سمت موقعیت اعلام شد. فهمیدی چی گفتم؟ اینجا که خالیه، مواد کجاست؟ من فقط همین جا رو بلدم. چیزی دیگه نمیدونم. حالا معلوم میشه. پاشو ببینم. گوش کن ببین چی بهت میگم. اگه آدم باشی، هر چی میدونی بگی، شاید بشه برات یه کاری کرد. وگرنه تلفن بزن و بگو از حالا یه جا برات تو قبرستون ردیف کنن. فهمیدی؟ از چهار را که رد شدی، توقف کن. یه ماشین زرد رنگ پارک شد. کلیدم روشه. سفرشو مستقیم برو جلو. باشه. مرکز به تیم‌های عملیاتی. مسیر همچنان به سمت شهر، میدان پالیزی. مرکز پیام دریافت شد. خیلی وقت حرکتی نداره. میتونی موقعیت دقیق رو بگی؟ از مرکز به تیم‌های عملیاتی. از مرکز به تیم‌های عملیاتی. پسر تو چرا اینقدر خنگی؟ اربابات گذاشتن و در رفتن. بدبخت تو گیر میفتی. مواد کجا بردن؟ طرف مرز با یه کامیون. کی؟ دیشب. دیشب؟ مرکز استوار سطحانی هستم. مواد رفته به سمت مرز. سرباز جانی رو برگردونی. دوران پاسگاه غرب رو مطلع کنید. تمام کامیون ها باید متوقف بشن. پاسگاه مرزی هم خبر کنید. هیچ کامیونی نباید رد بشه. موسیقی
عملیات سرگرد کجاست؟ به طرف میدان ونک، خیابان ملا صدر. فوراً مرد مورد نظر رو تحت کنترل بگیرید. همه سر جاش وایسن. هیچ کس تکون نخوره. همه جور خوب باشید. بابا این بر کامل اومد. خانم آقایون نگران نباشید. آرامش خودتون رو حفظ کنید. چیز مهمی نیست. حالا تموم میشه. اون فروشگاه کنترل کن. همه جور خوب کنترل کنید. هیچ کس از پاساژ خارج نشه. اون برای کنترل کن. مصطفی برو کمک کن. علی اونجا رو بگرد. همه جا رو کنترل کنید. ببینید در خروجی دیگه هم داری یا نه. نگران نباشید. با شما کاری نداریم. بله آقا. مورد مشکوکی دیده نشد. بابا یه بار دیگه همه جا رو خوب بگردیم. حتما همینجا هست. چشم. سریعتر. ببخشید مادر. از واحد عملیاتی 22 به مرکز. مرکز مشکلی پیش اومده، برمیگردیم به ستاد. بیا پایین. از این طرف. زود باش. برو. یکی از اصطبا سنجانی هستم. از سرگون چه آدی چه خبر؟ گمش کردیم. کجا؟ حوالی میدون ملک، خیابان ملا صدرا. دنبال چی میگردی؟ یک کامیون مواد؟ فکر نمیکردم این بس ساده باشی سر بود. اینجا را یادت میاد؟ 7 سال پیش درست همینجا پای همین دستگاه تو یک زن رو که خیلی هم ترسیده بود بدون هیچ دلیلی کشتی. اون زن زن من بود. از فاصله خیلی نزدیک کشتم. به فاصله 1 متر. تو خودت آدم حرفه‌ای هستی. خوب میدونی که پلیس هیچ وقت این کارو نمیکنه. بهتر کارو زودتر تموم کنیم و بریم. اینجا خیلی هم امن نیست.
اون جسد و کار با چه کافی کردن؟ اون گلول از اسلحه پلیس شلیک نشد. یکی از افراد خودتون زن کشته. برای چی شلیک کردی؟ مثل اینکه علت کشته شدن زنمو باید از تو بپرسم. اون زن داشت همه ما رو به کشتن میداد. از باید کشته میشد. تا اینجای نقشت خوب بود، اما از حالا به بعد بهتر کارا رو بسپاری به ما. تو دیگه پیر شدی، باید استراحت کنی. باید بریم دنبال اون. اگه بره بیرون هممون تو درد سر میفتیم. نگران نباش، اون نمیتونه از اینجا بیرون. میتونی بعدم. سرگرده؟ بله. فوری مرکز خبر کن. بجون. الو مرکز؟ الو مرکز؟ ما خوشمون بیاد، ما چیزی گفتیم اونا خوشمون بیاد. جناب سرگو، از جا تکون نخور تا ما یه سرگوشی ها بدم بیاد، خوشه؟ Thank you.
بیرون سرگرد. هیچ فکر احمقانه ایم نکن. که جون رفیقتو دوست داری بیا. میخوام باید یه معامله بکنم. نگران نباش سرگرد، بیا بیرون. مثل که صدای منو نمیشنوی. شاید صدای رفیقت به گوشت برسه سرگرد. مولش نخور سرگرد، هر دومونو میکشه. من باید بشینم یه روزم تو بخورم. به قول قدیمی ها این یه تیکه نون بربری رو من بخورم یا اکبری. بله